مرکز جامعه ایرانیان آمریکایی پارس پلیس در حومه واشنگتن در ویرجینیا نمایشگاهی به نام نوستالژی یا خاطرات برپا کرده که در آن هنرمندان ایرانی خاطرات خود را به تصویر کشیدند. ماندانا تدیان گزارش می‌دهد. خاطرات نسل‌های مختلف مردم ایران می‌تواند گویای تاریخ پرحادثه و فرهنگ غنی این کشور باشد. کارکنان پارس پلیس، مرکز جامعه ایرانیان آمریکایی، با برپا کردن نمایشگاه نوستالژی، رشته خاطراتی از نسل‌های هنرمندان ایرانی را به بازدید کنندگان ارائه می‌دهد. هر نسلی خاطراتش با نسل دیگه فرق داره و خاص خودش هستش و باید به جا بمونه اینا داستان ها، چه به صورت نوشتاری چه به صورت تصویری، خوبه که به جا بمونه و مطرح بشه برای اینکه واقعا تکرار نمیشه دیگه. برخی خاطرات برای ایرانیان در طول نسل های مختلف یکسان باقی ماندند، مانند بهار نارنج. این اثر از آوا رودانی است. او که در شیراز بزرگ شده، از پر شدن گوشه و کنار شهر از عطر شکوفه های بهار نارنج می نویسد. دهشای شقایق از روشنک بانو هوشمند، نقاش 90 ساله نیز ممکن است برای بازدید کنندگان یادآور روزهای بهاری در نقاط مختلف ایران باشد. و یا نوروز. بچگی در ایران بزرگ شدم و اون خاطرات نوروز که خانواده ها دور هم جمع می شدن، عیدی می گرفتیم، شیرینی می خوردیم با کازینا، با فامیل تو حیات بدو بازی کن، همه مثلا شیرینیامون رو به هم نشون بدیم، من این شکلات گرفتم. خب اونا همیشه یه چیزایی بوده که خاطرات شیرینه توی زندگی شخصه، چون بچه هم اینجا به دنیا آمدن، پدرشون امریکاییه. من خودم افتخار میکنم که ایرانی هستم و میخواستم این به پسرامم این احساس رو بدم. خاطرات شیرین و گاه همراه با حسرت که با گذر زمان و برای نسل‌های بعد از انقلاب کمرنگ‌تر می‌شود و بازدیدکننده در برخی آثار سایه حکومت جمهوری اسلامی را که بر خاطرات نسل‌های جوان‌تر نشسته می‌بیند. امیر بهار که آثارش در نمایشگاه‌های متعددی در نقاط مختلف آمریکا ارائه شده، کار روی این تابلو را بعد از وقایع سال پیش و شکل‌گیری جنبش زن زندگی آزادی شروع کرد. وقایعی که توی 40 سال اخیر اتفاق افتاده، به عنوان تمام این پیس‌های خاکستری که در بک‌گراند این کار هستش بودش، از وقایع سال 88 بگیریم، قتل‌های زنجیره‌ای، تمام وقایع تاریخی که همه ما میدونیم و نمیخوام دونه دونه اسم برم، و اون خیزش پارسال و اتفاقی افتاد برای من واقعا توی ذهن من به عنوان یک ققنوس بودش که داره بلند میشه از لابلای این وقایع تاریخی توی این 40 سال اخیر اتفاق افتاده برای همه ما ایرانی ها و همه ما تجربهش کردیم. تنها چیزی که فهم میکردم خیلی از نظر من برای نمایشگاه مچ هست و واقعا میتونم بگم که خاطرات این 40 سال هستش خیلی خلاصه شده توی نقاشی. فراز قربانپور از هنرمندان برجسته‌کاری روی چوب از نسل زد است، نسلی که یکی از ویژگی‌هایش خودآگاهی است. او متولد آمریکاست و خاطراتش در رابطه با پراکندگی انرژی بین مردم است. So it's titled Mancala based off the board game. این اثر بر اساس یک بازی تختهی به اسم مانکالاست که بازیکن توش یک سری سنگ داره که باید در جاهای مختلف نقشه اونا رو توضیح کنه. این بازی برای من یادآور اینه که پیش از این که انرژیم رو بین اطرافیانم توضیح کنم، انرژی خودم رو حفظ کنم. ما همه منبع بی نهایتی از انرژی هستیم، اما باید یاد بگیریم که این انرژی رو چگونه مصرف کنیم. فراز با وجود اینکه برخلاف دیگر هنرمندان گذشته‌اش با رویدادها و فرهنگ ایران گره نخورده، از اینکه از طریق نمایشگاه نوستالژی با جامعه هنرمندان ایرانی آمریکایی آشنا می‌شود، خوشنود است. نمایشگاه نوستالژی تا پایان ژانویه 2024 در گالری پارس پلیس برپا خواهد بود. ماندانا تدیان، صدای آمریکا، ویرجینیا.